محمد رضا شاه میگه که این حزب توده یعنی روس ها از کانال مصدق میخواستن یه هفته بعد قدرت به دست بگیرن و میگرفتنم. مصدق که حزبی نداشت خودش، جبه ملینش که کوچولو خورد و مرد، کاری نبود که حزب توده بود، یه افسرهایی داشت توی ارتش و دو همه جا قوی بود و فلان داشت. حزب توده هم از این پشتیبانی میکرد، جناحی هم از روحانیت کاشانی اینا ازش حمایت میکرد، یا بعدا کاشانی زد کنار اینا. این قدرت حزب و تشکیلات قوی داشت، میخواستن بعد یه هفته کودتا کنه. این محمد رضا شاه میگه دیگه، شاه ایران که راستگوترین پادشاهان و رهبران بوده و بهتر از من تو هم خبر داره، اطلاعات داره، اطلاعات هم کلان در اومده، همه میدونن. مصدق هم خائن امکان داره نبوده، اینو خوب گوش کنید، بعض وقتا داره خائن نیست، خرش میکنن سوارش میشن، همچنان که توده های مردم خر میکنن سوار میکنن، اینا هم خر میکنن. ببینید شاه چی میگه در این مورد. زیرا نقشه حزب منحله بیوطن و خدا نشناس توده این بود که دو هفته بعد به عمر دستگاه پوشالی و غیر قانونی که بر سر کار بود خاتمه بدهد و مملکت را برای همیشه از داشتن استقلال و تاریخ و حیثیت و شرافت محروم سازد. خب خود شاه هم در مورد مصدق صحبت کرده، ولی خب بگم یا فکر نکنید مصدق خائن با است، نه، بعضی ها از صداقتشون، از خوشقلبیشون، از کینه‌ای که به یکی داره میام استفاده میکنن. مثلا یکی میخواستن علیه